وی با نیروهای امنیتی اراساکا درگیر میشه و موفق میشه اونها رو از پا در بیاره. بعد از این رو به جکی میگه ما انجامش دادیم جکی. جکی میگه آره فکر کنم. جکی حالش خوب نیست و در حال مرگه. برای اینکه هوشیار نگهش داره میگه ما پولدار میشیم جکی. به لیگ بزرگان خواهیم رفت. جکی میگه آره تو پولدار خواهی شد. دارم حسش میکنم. وی میگه نه جکی ما پولدار میشیم. من و تو. جکی رلیک رو از تو سرش بر میداره و میگه به خاطر من از این خوب مراقبت کن. بعدش جکی میمیره. وی به دلامین میگه جکی رو به پیش خانوادهش ببره تا باهاشون ملاقات کنه. خودش به پیش دکستر میره و قضیه رو توضیح میده. دکستر میگه بابت دوستت متاسفم. اما صابورا مرده. شما اون رو از رده خارج کردید. نمیدونید چه بلایی قرار سر من بیاد و تو چه کثافتی گیر کردم. برو فیلن صورتتو بشور تا با اولین در مورد خروج از شهر صحبت کنی. وی بعد از شستن صورتش برمیگرده. اما در اون لحظه به سرش شلیک میکنن و بیهوش میشه. تصوراتی در ذهنش تداعی میشه. اون در جسم شخص دیگه‌ای به اسم جانی هستش. اون میره پشت میکروفون و کنسرت برگزار میکنه. اما جانی با اعضای گروه مشاجره میکنه و گروه رو ترک میکنه. به همراه روک رئیس افترلایف هستش برای حمله به اراساکا وارد هلیکوپتر میشن. با حمله به اونجا به تشکیلات و شبکه اراساکا نفوذ میکنن. اما موقع فرار دستگیر میشه. صابورا رو میبینه که بالا سرش ایستاده. صابورا از قصدش برای این حمله تیسی میپرسه. اما جانی میگه این برای تمام کردن امپراتوری مستبد تو بوده و جنایت های شما. صابورا میگه بسیار فروتنانه است که دارم با یک مرده صحبت میکنم. و جانی رو میکشن. وی به هوش میاد. دکستر او رو به پیش همون مرد ژاپنی ایجنت صابورا یعنی تاکمورا میبره و میگه حالا پول منو بده. تاکمورا ناگهان دکستر رو میکشه و وی رو سوار ماشین میکنه. عده‌ای موتور سوار حمله میکنن و باعث میشن ماشین تصادف کنه. وی با حالت وخیم به دلامین دستور میده که بیاد ببرتش. تاکمورا در ماشین قصد داره جلوی مرگ وی رو بگیره و او رو به پیش ویکتور میبره. وی به ویکتور در مورد جسم شخص دیگه توضیح میده و میگه تمام احساساتم با اون مرد یکی بود. اون مرد کیه؟ ویکتور میگه اون مرد جانی دستنقره‌ای هستش. تروریستی که توسط اراساکا کشته شد. چیپی که روی سرت هستش در واقع یک بمب فعال هستش که بعد از شلیک به سر تو فعال شده و تا چند وقت دیگه منفجر میشه. برای نفر قبلی یعنی جانی هم همین اتفاق افتاد. الان باعث شده شما یک جورایی به هم متصل بشید. من نمیتونم کمکت کنم. یعنی هیچ ایده‌ای برای درمان این ندارم. در واقع مغز تو یک سلول توخالی بوده که توسط رلیک پر شده. وی میگه مزخرفه. من وجود دارم. من هستم. ویک میگه رلیک اطلاعات رو نمیخونه. اون فقط مینویسه. اون فقط اطلاعاتی که توسط اراساکا درایی شده رو روی مغز تو پیاده میکنه. فعلا باید استراحت کنی. میستی اون رو به اتاق میبره و بهش دو تا کپسول، یکی برای آرامش و یکی برای فوران خش بهش میده تا در مواقع ضروری ازشون استفاده کنه. بعد از مدتی جانی دوباره جلوی چشمی ظاهر میشه و مزاحمش میشه و قصد کتک زدنش رو داره. اما وی متوجه میشه حرکات اونا دقیقا مشابه همه. جانی دوباره غیب میشه. وی فردای اون روز با تاکمورا قرار میذاره. تاکمورا در رستوران بهش توضیح میده که این چیپ توسط اراساکا ساخته شده و تنها راه خلاصی تو از این مصیبت اینه که به من کمک کنی تا تشکیلات اونها رو نابود کنیم. یورینوبو قاتل پدرشه و یک جنایتکاره. باید با افرادی مثل اولین پارکر یا اندرس هلمن یعنی سازنده رلیک صحبت کنیم. هر دوشون گم و گور شدن. هلمن که یک فراریه و به اراساکا خیانت کرد. اولین هم اگه میخواست کمک کنه قبلا این کارو میکرد. اون فعلا جایی رفته که هیچ کس نمیدونه. باید با روک صحبت کنی. اون بزرگترین کارچاخکن نایسیتی هستش و رفیق سابق جانی و میتونه کمک زیادی کنه. من توسط اراساکا تایید شدم و الان تحت تعقیبم. بی ما میتونیم به هم کمک کنیم. قبلش من باید برم با رابطام صحبت کنم. کار تموم شد با من تماس بگیر. تاکمورا اونجا رو ترک میکنه. جانی دوباره جلوی چشمش ظاهر میشه. اما این بار وی بهش میگه برو گم شو، تنهام بذار. جانی میگه ما هر دو یک حس رو داریم. هر چقدر تو زجر میکشی منم زجر میکشم. و بعدش سعی نکن بلند صحبت کنی. مردم فکر میکنن تو قل شدی. بهتره بریم با روک صحبت کنیم. وی میگه تو کسی نیستی. تو یک فراموش شده ای. همه رفیقات تو رو از یاد بردن. جانی میگه اشتباه نکن. من مثل یک اسطوره مردم و تا ابد تو ذهن همه میمونم. برای شنیدن ادامه داستان به پارت بعدی مراجعه کنید. همچنین شما میتوانید برای درک بهتر داستان ویدیو گیمپلی کامل بازی رو در لینکی که پایین ویدیو قرار خواهیم داد مشاهده کنید.